به خدا و سلام بر شما بیننده آخری خط به گونه زنده از نور رسید کار مبارزه با فساد تا کجا پیش رفته است به گفته دادستانی کل کشور قرار است یک مقام ارشد وزارت امور داخله به اتهام فساد و گرفتن 150 هزار دلار به محکمه معرف شود چندی پیش نیز یکی از جنرالان وزارت داخله به خاطر گرفتن رشوه به زندان محکوم شده بود این در حالی است که چند پیش بر اساس حکم رئیس جمهور غنی سه موینی پیشین وزارت امور داخله به اتهام تقلب در قراردادهای این وزارت ممنول خروج اعلام شده بودند حکومت وحدت ملی بحث مبارزه با فساد اداره را ظاهرا جدی گرفته است و برای انجام این کار نهادهای موازی را نیز تشکیل داده است اما در این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که حکومت کسانی را مورد محکمه قرار میدهد که زورمند نباشند در حالی که در برابر زورمندان این توان را ندارد با این حال آیا راه مبارزه با فساد اداری که در افغانستان بسته بود در حکومت وعدت ملی با تشکیل نهادهای موازی در کنار نهاد ریاست عالی مبارزه با فساد اداری باز شده است این موضوع را بررسی میکنیم با حضور مهمانان گرامی در این برنامه آقایان عبدالقهار فرخسی سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و احمد زکی از و جامعه مدنی مهمانان گرامی با بس آقای با شما آغاز میکنیم کاری را که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فسادی داری در پیش گرفته بود این کار به کجا رسیده گزارش های امروز منتشر شد که گفته میشه یکی از جنرالان بلندپایه وزارت امور داخله به دلیل گرفتن رشوه دادگاهی شود سلام احترام خدمت شما جناب زکی سی و تمام بینندگان عزیز با سراحت گفته میتونیم که موضوع مبارزه با فساد داری در حکومت وحدت ملی نسبت به 13 سال حکومت پیشین به مراتب بیشتر و در اولویت کاری قرار داره و از جانب دیگه هم ما پس از ایجاد حکومت وحدت ملی شاهد برنامه ها و اقدامات و مسائل بودیم که امیدواری ها را برای مبارزه با فساد داری به خصوص با مجرمینی که در جرایم سنگین یا جرایم بزرگ فسای داری دستاران تازه کرده بله اخیرا امروز ما شاهد محکمه علنی یکی از جنرالان وزارت امور داخله بودیم که متهم به اخذ رشوت 150 هزار دلار بودن و اینا از طرف محکمه و از طرف مرکز عدلی و قضایی به 14 سال زندان و سایر موارد دیگر اینا محکوم شدن بحث این که چرا اشخاص و افراد که در پوست کلیدی یا جایگاهی بالای دولتی قرار داشتن تا هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته بودن و انتظار و توقعات مردم و جامعه جهانی هم همین بوده که روی قضایای بزرگ فساد اداری کار شوه و ای دوستی ها روی میزی نیازهای دلی و قضایی موردی بررسی و تحقیق قرار بیده که بر اساس همین نیازمندی ها و الزاماتی که که حکومت داره و تعهدات که نسبت دولت نسبت به مردم و جامعه جهانی داره ما شاهد اقدامات هستیم چندی پیش هم چندین مورد بوده و حدی اقل شاهدی به تعلق در آوردنی وظیفه یک وزیر و ممنون خروش سه سیتن از مینان پیشنی وزارت امور داخله اینها کارهای هستند که امیدواری ها را برای مبارزه با فسایداری تازه کرده و تمثیلگر اراده قاطی رهبری حکومت حکومتی وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری است سپاسگزارم آقای زکی حالا کار را که به نظر شما حکومت حالا <تصفح> در زمینه مبارزه با فساد اداری انجام داده چقدر قابل بررسی است و چقدر قابل تعامل است تحلیلگران افغانستان معمولا نگاه انتقادی به کارکرد حکومت وحدت ملی در دو سال و اندی گذشته داشتند اگر از, تحل... از انتقاد دست کشید و این موضوعات را به بررسی گرفت واقعا کاری که حکومت وحدت ملی به وجه در زمینه فساد مبارزه با فساد اداری تا حالا انجام داده چقدر میشه به این کار حکومت وحدت ملی انگشت غیر انتقادی گذاشت و تحسین کرد بسم الله الرحمن الرحیم سلام با شما همکاران برنامه جناب افراخ سید و همچنان بینندگان محترم تلویزیون جهانی نور اول خوب باید گفت که فسادی که امروز در کشور مروج است و تبدیل به فرهنگ شده اساس و بنیادی ازی در حکومت آقای کرزی گذاشته شد و تا امروز هم ادامه داره حکومت وحدت ملی با یک تفاوت که, که وارد حکومتداری شد و شوار مبارزه علی فساد سر دادن بیشتر این مسئله را پیگیری کردن و در راستای مبارزه علیه فساد اداری اراده ای را به مردم به نمایش گذاشتن کارهای هم صورت گرفته ما شاهد ازی هستیم که در بخش نهادهای عدلی و قضایی شاید تعویز جایگاه وظیفهوی وظیفوی بودیم حتی یک تعداد هم سبک دوش شدن و تعداد هم مورد پیگرد قرار گرفتن دو او بخشم و حتی در وزارتخانه های دفاع و داخله هم ما شاید تا امروز که نمی بینیم یکی از جنرال ها محکمه میشن و نهاد هم در همکاری و تبانی با سایر نهادها ها ایجاد میشه شما نهادهای موازی گفته نهادهای موازی ایجاد شد این همه بیانگری ازی است که اراده به خاطر مبارزه علیه فساد داری هم در داخل هم بنابر فشارهای بیرونی و بنابر تداوم کمک های جامعه جهانی مشروط به مبارزه با فساد داری به گونه ادامه داره ولی چیزی که باید گفت ما تقدیر میکنیم از کارکردها که تا به امروز انجام شده اما نتایجش قابل قبول و قابل ملاحظه نیست با میزان فسادی که امروز در کشور ما بخصوص در نهادهای حکومتی جریان داره بله. یعنی میزان فساد و بیشتر ما با وجودی از اینکه یک فعال مدنی هستم در ادارات میرم بسیار متوجه می باشیم و در عین زمان کارمند یک شرکت خصوصی هم نه. هستم آه بیشتر من احساس میکنم که فساد در سطوح پایین کاهش یافته اما در سطوح بالا بیشتر از حکومت آقای کارزای شده دلایلی داره عوامل اداره. فساد در سطوح بلندتر که شما اشاره کردید افزایش یافته. چی میتونه باشه؟ عوامل اداره. یک موجودیت اختلافات سیاسی در درون حکومت وحدت ملی به معنای عدم هماهنگی و عدم همکاری حکومت های متشکل که حکومت تشکیل داده می باشه و این سبب می شه که آکمیت قانون بیشتر از پیش تضعیف شوه یعنی مبارزه را می شه با قانون در برابر مفسدین کرد و نه با افراد اگر افراد اراده هم دارند تیمای اراده هم دارند و ابزار مبارزه که قانون است نمیتونه در برابر فساد پیشه ها مبارزه کنه بالاخره ای افراد و ای تیم ها کوتا می آیند در برابر مافیای فساد که در حکومت فعلا جا داره یک موضوع به امید اساس موجودیت اختلافات سیاسی بیشتر در میان حکومت سران حکومت وابسته به تیم ها میسازه در درون حکومت وقتی که اختلافات بین رهبر ها ادامه پیدا می این رهبرا ها متکی میشن به حمایت تیم هایشان. هر کسی از درون تیم به فساد کلان دست بزنه این رهبر مجبور است به خاطر بقای سیاسی خودش این را حمایت بکنه و یا افشاگری ها صورت نگیره این دو تا مورد است و مورد سومش حکومت وحدت ملی صادقانه بگوییم که از بد و آغازش تا امروز درگیر جنگ های جدی بوده که اصلا اگر بگوییم فرصت هم پیدا نکرده بر مبارزی را که شوارش در حد که شوار میداد ای هم میتانه یک عامل باشه چرا ما می بینیم نهادا ایجاد شد شوارا گسترده بود ولی فرصت از ایره پیدا نکرد بنابرای توتیه های بیرونی و عوامل ضعف درونی نتانست که با آنچه که وعده داده بود او را در اولویت کاری خود قرار بده بناهن ای در اولویت قرار نگرفت گوشه ده حاشیه رفت ای هم یکی از دلایل است و موضوع سیادگیش تیم های قدرتمند در درون حکومت اینا بیشتر به فکر بقای سیاسی خود شدن تا مبارزه علی فساد ببینید تیم آقای اشرف تیم آقای دکتر سبا اشرف رئیس جمهور بیشتر تمرکزش روی ایجاد سیستم انتخاباتی که در اونجا نفوذ داشته باشه به که آینده حکومت ولی موجود این ولی این صورت ولی, ای کار خو... تیم شدن. ولی تیم ساخته شد ولی تیم ساخته شد انتخابات و انتخاباتی اما اما انتخاب با وجود همه اختلافاتی که از بیرون نظام وارد میشد اختلافاتی که در نظام بود ای ای فرصت را که به ای گذاشته بود موفق شد افراد و اشخاص خدا در ای کمیسونا جای به جای کنه ای که کارش چه وقت شروع میشه او هم برنامه است که باید سرش فکر کنن و عملی و موضوع بعدیش هم ببینین فرهنگ سنت مسلحتگرایی گرایی و حمایت بناوه با امو اندیشه های سنتی هم در کشور ما رایج است ما میبینیم که شما دیروز شنیده که کسی را در ریاست ترافیک امنیت گرفتار میکنه و یک وزیر می او را یا واسطه میشه یا یا بر رقم این مسائل هم هست که مانع مبارزه میشه و در کنار از این که قانون در رسیدن دست قانون در رسیدن به یخنی از موجودیت زورمندایی که بنا به دلیل اول ما گفتم حاکمیت قانون تضعیف میشه با متناسب با او اینجا زورمندا زورمندتر میشن و همچنان تقویت مافیای اقتصادی تای امی دو سالی که حکومت بنابر دلایل مختلف کوتا آمد ضعیف شد در حاکمیت قانون ضعف به وجود آمد مافیا بیشتر رشد کردند بجای جای از اینکه حکومت می جلوی فساد بگیرد شد در جبهات سبستر. دیگر و مافیا بیشتر تقویت شد آقای حالا به قول آقای زکی و اینکه شماری از نمایندگان مردم معتقد به که حکومت در سطوح پایین توانست کارهایی را در زمینه مبارزه با فساد اداری انجام بده ولی این کار در سطوح بلندتر انجام نشده گذشته از اینکه انجام نشده حتی در سطوی بلندتر فساد اداری گسترش پیدا کرده موانی اصلی بر سر راه مبارزه با فساد اداری در برابر حکومت افغانستان چی هست چرا حکومت افغانستان در سطوی بلندتری نتوانسته با این پدیده مبارزه بکنه و کسانی که در سطوی بلند مرتکب فساد شدن را به دادگاه بکشاند به عوامل و دلایلی که دولت در کل نتونسته تا هنوز قناعت مردم و جامعه جهانی را فراهم بسازند در بخش مبارزه با با موارد بسیار خوب اشاره کردن در کنار ازی هم ما از گذشته تا اکنون با یک فساد اداری بسیار سازمانی یافته در وزارت خانه و ادارات دولتی مواجه هستیم موجودیت ادارات موجودیت حکومت با یک فساد سازمانی یافته و نظاممند در حکومت در حکومت موجود مواجه است چقدر راکار منظم و سازمان یافته برای مبارزه با فساد داری در داخل حکومت بله. ایجاد شده مکانیزم هایی که بتونه واقعا این فساد سازمان یافته را از میان برداره دقیقا مسئله مهم همی است که ما به جای از اینکه روی دوسیه ها و قضایه های انفرادی اشخاص افراد بسیار تمرکز کنیم در کنار از این خوب است که روی کارهای بنیادی سیستم سازی به اصطلاح یک ایجاد مکانیزم هایی باشه که پیشگیرانه باشه از جرایم فسادداری باید هم توجه شود به خاطر نبود یک دیدگاه واحد و استراتژی واحد به خاطر موارد پیشگیری از قضای فسادداری یک چالش اصلی در در روند مبارزه با, با فسادداری بود اما قسم که پیشتر رو یادواری کردم در ادارات افغانستان از گذشته تا اکنون هم فسادهای بر اساس فساد سازمانی یافته و موجودیت حلقات منظم و اشخاصی که در تبانی با همدیگر دست به اختلاس و فسادهای میلیونی دست زدن اینا مواجه هستیم و روند بررسی و تحقیق و تعقیب تحقیق قضایه اسناد و مدارک و شواهد اثباتی جرم نیاز به این است که با, با همی اه اه سیستمی که وجود داره با همی قسم دوباره برخورد صورت بگیره یعنی از راه های مختلف با شوه ها و روش هایی ره که میتونه اسناد و مدارک را جمع کنه باید کار گرفته شد و همین خاطر است که دوسیه های بزرگ فساد اداری اکثرا در به نسبت مشکلی که ما در مثلا از لحاظ زمانی و از لحاظ جمعواری اسناد به مشکل مواجه میشیم به خاطر چی به خاطر از اینکه اینها اشخاص و افرادی را که در یک حلقه در وزارت خانه و ادارات دولتی از رست تا بالا وجود داره اینها اکثرا پنهان کاری میکنن یعنی امو مسئولیت خود را در خطر میبینن یا ارا... اسناد ارائه نمیکنن و یا همکاری نمیکنن که ای خودش پروسه تحقیق بر اساس قضایای بزرگ فسادی داره مواجه می سازه یک و دلیل عمده دیگری هم که آقای زکی اشاره کردن باز هم من میخوام اشاره کنم که موجودیتی حلقات و مافیا مافیای دولتی در گذشته ها متاسفانه یک سیستمی را به وجود آورده که به اصطلاح یک نوع سبوتاج میخوان بکنند پروسه های حکومتداری خوب را پیشتر موضوع پینانکاری و عدم همکاری را اینا را کردیم کردم موضوع دیگر گزینش اشخاص و افراد در پوست های کلیدی وزارتخانه و ادارات دولتی بر اساس مسلحت های سیاسی، قومی، حزبی و یا مسلحت هایی که حکومت یا دولت مداره او را در نظر می گیرند و در پوست های کلیدی اینها گماشته میشن وقتی که اینها با توجه با امو حمایت بیرونی و ایجاد حلقات خبیصه در وزارت خانه و ادارت دولتی دست به اختلاس و فساد میزنند و در صورت مواجه شدن یا برخورد رویه های قضایی اینها باز دوباره اتکا میکنن بر همو حمایت های بیرونی از اینا که باز یک سر و صدا و یک مانعی را در برابر دولت و در برابر رسیدگی به قضای فسای داری اینا میتونن ایجاد کنند حالا پیش از اینکه مراکز مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ایجاد شود اداره عالی مبارزه با فساد اداری وجود داشت اگر حکومت در اینجا توجه میکرد که این اداره توان بررسی پرونده های کسانی را نداره که در مقام های بلند دولتی نشستن یا زورمند محلیان یا چیزهای دیگری از این دست ولی در حال حاضر مرکز ادلو و قضایی ایجاد شده که این مرکز بزرگترین آدمها ها در رأس این مرکز قرار دارند و فکر میکنید تا حالا کارهای قابل توجهی به اندازه زورشان این مرکز انجام داده؟ با توجه به چالش که یادآوری کردم در قسمت بررسی و جمعواری اسناد و مداری که جرمها جرائم بزرگ یا جرائم سنگین داری را تثبیت کنه هنوز هم به اصطلاح اما توقعات برآورده نشده اما امیدواری ها وجود داره قرار اطلاعات که ما داریم و همانگیری را که با داریم محترم ملی سرانوالی داریم هم اکنون بسیاری از پرونده ها و دوسیه های بزرگ فساد روی میز مرکز عدلی و قضایی قرار داره که بعد از ختم مرحله تحقیقات ابتدایی از این شالا که ما همه قسمی که امروز شاهد یک محکمه علنی بودیم باز محکمه علنی اینها برگزار شود ما میزان این جرایم داری را تثبیت میکنیم که در چه حد هستند اینها دوسیاه ها و قضای هستند که اختلاسات اختلاس های میلیونی در اونجا شامل است در اونجا اشخاص و افراد مقاماتی که از های مختلفی در این ها شامل است در اصل برای گذشته از این مسائلی را که توقعاتی را که ما توقعاتی را که مردم و جامعه جهانی از این مبارزه با فسای داری داره در حاصل ماهیت جرم فساد اداری خودش مهم است این جرم جرم فساد بدون در نظر داشت موقف سیاسی و اجتماعی اشخاص و افراد باید مورد بررسی و تحقیق مرکز عدلی و قضایی قرار بگیره بدون در نظر داشت موقفی سیاسی و موقفی وظیفوی اشخاص و افراد ماهیت جرم و جرم جرایم سنگین فساد اداری باید در مرکز و قضایی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیره اداره این مبارزه با داری هم هم قسمت پیشتر یادآوری کردم که درست است و این موضوعی که از که مردم و جامعه جهانی حق بجانی بسند که با اشخاص و افراد مفسد و کسایی که در اخلاص های میلیونی و فسادهای میلیونی دست دارن باید جدا مستقیما مبارزه صورت بگیره و اینها در مورد محاکمه قرار بگیره در کنار از این بیشتر مواردی را که اشاره کردم باید ما مکانیزم های و پروسه ها یا پالیسی های پیشگیرانه را هم باید از جرایم فساد داشته باشیم. این پروسه ها یا مکانیزم های پیشگیرانه برای مرتکب بله. شدن به فساد به روی دست گرفته شده و حکومت بله، افغانستان بله. این کارا را انجام دقیقا. داده؟ خانم. اول این کمی مرکز عدلی و قضایی به همه هدف ایجاد شده که تا جرایم سنگین فساد اداری در این مرکز بسیار به با صورت درست و قانونی از پیش برده شود نتیجه ازی برای مردم و جامعه جهانی ابلاغ شود دو شورای عالی و حاکمیت قانون مبارزه با فساد داری ایجاد شده که در اونجا در یک سطح به که با اشتراکی از مقامات دولتی بیشتری در اونجا هست یعنی نیادهای بیشتری در اینجا در این شورا حضور دارن این شورا مسئولیت طرح و پالیسی های کلانتری را در سطح دولت بادوش داره که بتونه با مبارزه با فساد داری در کوتاه مدت و دراز مدت مبارزه کنه در کنار از اداره مبارزه با فساد داریم چندین عامل دیگری دیدم که در جرایم فسادی داری میتونه بسیار نقش داشته باشه تشخیص کرده و بخاطر خاطر بیرون رفتی از او کار میکنه که یکی مسئله موضوع طرز ها و مکانیزم های سکی وزارت وزارتخانه ها و ادارات دولتی بر اساس این طرز ها خدمات را برای مردم ارائه میکنن مانند شاروالی که بخش بسیاری از خدمات را برای مسئولیت چه بدروده داره که برای مردم خدمات را یک مثلا ترافیک مثل وزارت تحصیلات عالی معارف مثل ترافیک و یا شرکت برشنا و وزارت صحت عامه و سایر وزارتخانه و اداراتی که اینا اکثرا طرز عمل ها در گذشته ها توری ترتیب شده که اینها خودشان فساد برانگیز هستند یا این ای ای پروسه ها بسیار طولانی هستند یا مغلق و پیچیده هستند و در, در وقتی که مراجعه میکنند مراجعین برای ادارات, و با مشاهده این پروسه طولانی و پیچیده بودن خود اشخاص و افراد به یک نوع تشویق یک نوع تشویق به افراد که آماده شون که یک مقدار پولی را برای کارمند خدمات ما بپردازن و نسبت این ساده بودن ای, پرو... ای پرو... اه... طولانی بودن و مغلق بودن ای پروسه که ما این پروسه ها را تحت ارزیابی قرار گرفتیم دادیم و این پروسه ها را ساده سازی کردیم که بسیار در حد 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 اقلیتی مثلا از نگاه زمانی و از لحاظ تایی مراحل اسناد داشته باشد در, بله. در کنار از هم قوانینی را که ما داریم بسیاری از قوانین از بسیار سالهای مثلا پینجا چلو و پینجا بسیار تدوین شده و تو هنوز هم از او کار گرفته میشه در حالی که شرایط اجتماعی و نیازمندی های فعلی ما بسیار ضرورت های دیگر داره این قوانین از طرف اداره وارده و فسادداری هم مطالعه و تشخیص میشه و ترهای پیشنهادی و تعدیلات برای نیادهای عدلی و ادارات مربوط پشکش میشه در کنار از این موضوع رسیدگی به شکایت و اطلاعات مردم و شهروندان است موضوع رسیدگی به دارای های مقامات دولتی است موضوع مهمتری دیگری که موضوع عدم آگاهی مردم از قوانین از موارد فساد اداری و مو... موضوع از یک وقتی که یک شهروند عادی ما با یک مورد فساد اداری مواجه میشه چی کاری را باید انجام بده این بسیار مهم است که ما هم روی از کار کردیم و تمرکز ما بیشتر روی نهادهایی بوده که اینها ارتباط مستقیم با مردم دارند مثل وزارت ارشاد حج و عقاف، وزارت معارف تحصیلات عالی امور زنان وزارت داخله وزارت اطلاعات و فرهنگ و برخ از نهادهای دیگره که ما با اینها سندهای همکاری را امضا کردیم و کوشش کردیم و در حال حاضر هم این برنامه جریان داره که پیام ها را برای مردم برسانیم روش های با فساد ضرورت همکاری و امکاری مردم را ب... در مبارزه با فساد تشکر آقای زکی حالا با توجه به قوی بودن و فربه بودن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کارهای را که این مرکز تا الان انجام داده چقدر قابل قبول است این مرکز متشکل از کسانی است که در رده های بلند حکومت وحدت ملی قرار دارند یا وزیران حتی داستان کل کشور در این مرکز حضور دارد رئیس جمهور خودش حضور دارد حالا با توجه به فربه بودن چقدر میشه واقعا این بحث به بحث مبارزه با فساد اداری مورد توجه قرار داد ببینین ما پیشتر هم گفتم که مبارزه علیه فساد کوچک آغاز شده و نتیجه هم داده اما برعکس شما شاهد هستی که امسال آه آه گراف رشوستانی از مردم به حد یک میلیارد دلار بلند رفت بله. و ما شاهد یزی هم هستیم که چیزی در حدود بیشتر از یک سال میشه که نهاد عدلی و قضایی ایجاد شده اما طی از مدت زمان از یک طرف گراف فساد که در بخش رشوستانی یک بخش کوچکش ای تنها از جیب مردم گرفتن ای که از جیب حکومت چقدر گرفته شده شاید بیلیونا دلار میلیاردا دلار باشه نه. جیب مردم غریب بیکاری که امروز 8 میلیون بیکار داره از این جیب بیکاری از این جیب مفلسی یک میلیارد اضافه که جمع دو میلیارد گذشته سه میلیارد بیرون شده از جیب حکومت میلیاردا میلیارد بیرون شده که تا بال افشا نشده ما به این اساس بر مبنای ازی گزارشات میگوییم که نفس ایجاد نهاد عدلی و قضایی مؤثر و مفید هست از نگاه تبلیغاتی اما به اندازه ای که تبلیغات شد به اندازه ای که توقع میرفت رفت به اندازه ای که لازم هست کار صورت نگرفته ما در دو برنامهشان اشتراک کردم افرادی را میارن که سی هزار افغانی را گرفته پنجه هزار افغانی را گرفته ای اولین پرونده بود که 150 آه آه هزار دلار آمریکایی ولی ما شاهد ازی هستم که قدوسیه های اختلاس وجود داره امروز در کشور در پایتخت که با ده میلیون دلار اسناد هم وجود داره حالا فکر میکنید چرا, چرا, این پرونده های میلیون دلاری باز اینا را نمیشه نمیارن. که پرونده های کوچک باشه چرا اینا را با کلان ببین اگر دو پرونده چند میلیون دلاری اینجا با بررسی گرفته شوه محکمه شوه ما باور میست که کسایی که اختلاص چند صد هزار دلاری کردن حاضر میشن پول ملت هم بیارن مزرت هم بخواین و در خود در معرض پیگرد قانون هم قرار بتن اما گپ در کجاست بزرگترین فساد یعنی میتونیم بگویم بستر فساد کلان دامن حکومت وحدت ملی است دامن حکومت وحدت ملی توسط افراد بلند پایه بستر فساد است اگر به نحوی دیگه اگر دیگه بگویم قرار این متوجه قرار اگر قرار است که مبارزه واقعی علیه فساد اداری صورت بگیره باید علیه بخش عظمی از دولت مبارزه صورت بگیره این مبارزه را علی دولت علی دولت مبارزه کنه حکومت علی حکومت مبارزه کنه ما یک نمونه رو بر شما میگویم ببینین پیشتر فرخ صاحب هم گفتن که ما در بسیار وزارتخانه میریم قوانین با طرز عمل در تناقض است ضمنی از اینکه که قوانین با طرز عمل در تناقض است به خاطر آوری مالیات باید چندین نهاد حکومتی با همکار باشند هیچ همکاری وجود نداره اصلا از یک طرف قانون با طرز عمل در تناقض است که کسی اصلاح نمیکنه به خاطر از اینکه زمینه فساد مساعد است اگر اصلاح شود زمینه فساد از بین میره و همکاری در میان نیروهای حکومتی خود زمینه فساد را مهیا میکنه و یکی از اه 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 نمونه ها شما شاید هستید که کسی در خیرخانه ترمینل ساخته یک تجار نو میلیون دلار سرمایه گذاری کرده چند سال است که در اونجا کار میشه دیروز وزارت ترانسپورت میگه که ما خبر نداریم که ای سر خود کار کرده در سی و ریب زمین در قلب افغانستان در گوشه از پایتخت نو میلیون دلار دی این شرایط یک نفر میای مصرف میکنه پلیس اجازهش میته شاروالی اجازهش میته شهرداری اجازهش میته وزارت ترانسپورت خبر نداره از 9 میلیون دلار یک سرمایه دار یک فرد رئیس جمهور خبر نداره نو و پخو نیست نو افغانی نیست 9 میلیون دلار از جناب رئیس جمهور جناب رئیس اجرایه چرا احضار نمیکنن وزیر ترانسپورت یا موینشه خب بی یک جرم است که تو در سه سال خبر نداشتی که شما اشاره کردید مل... مجلس نمایندگان و از اعضای مجلس به همین نکات اشاره کردند اینها کارهای مجلس نمایندگان نیست فکر میکنید که چرا مجلس نمایندگان در این قسمت اقدام نمیکنند چرا وزیرهایی که در این قسمت کوتاهی میکنند و کوتاه کارن و مجلس اظهار میکنند و استجواب نمیکنند یا بدون شک که بدون شک ما میبینیم محیط زیست مشکل داره شورای ملی خاموش است موضوع برق مردم کابل مشکل داره شورای ملی فقط دنی دو ماه میشه که می هفت وزیر چرا معرفی نمیکنه پشت می هفت وزیر گرفته خب عموم میشه مشکلش حل میشه بالاخره یک وکیلی که من پیشتر دولت گفتم حکومت نگفتم بل. اگر مبارزه شوه علی حکومت تنایج نقص حکومت نیست علی دولت بخش قضایی مشکل داره بخش عدلی مشکل داره بخش قانونگذاری مشکل عمده داره اگر پارلمان کشور شورای ملی در مجموع نمایندگی درست از مردم افغانستان کنند از درد مردم از رنج مردم از تکلیف مردم صدای مردم واقعا برسانند یک مقدار وقت از کارهای شخصی خود به مردم بگذارند ما باور دارم که 9 میلیون دلار اونو نفری که رای داده کمپاین کرده او هم گم نمیشه مثل از این میلیون ها دلار مردم ما بیرون از کشور هم نمیره نه ایج حیف و میل میشه نابود و نه بیرون میره بنا به می دلیل از کار اساسی رو خود پارلمان نمیکنه کار درسته ببینید نماینده مردم در برابری حکومت خو همی پارلمان است آ... آل یک درد یک ز... نمک دیگر بالای زخم مردم همی پارلمانیا ها بر غفلت و بی‌توجهی خودان میگذارند با استثناء یک تعداد با استثناء یک با... تعداد وکلای که واقعا کار میکنند اما تا زمان کار پارلمان شورای ملی کار اکثریتی نباشه چرا باز اونجا مسائل رایگیری است به اکثریت به تفاوت کارش منفی است بله. بناهن اینجا پارلمان هم نقش خود بازی نمیکنه کنه کاری را که باید نظارت از کارکرد حکومت بیای امی امی وکلای پارلمان در کنار امو هموطن ما که 9 میلیون دلار مصرف کرده 20 تا که ما نظارت کردیم اینی نهاد اینی نهاد اینی نهاد موافق بودن و اینی نهاد غایب بودی کجا بودی مصروف چه کاری بودی تشکر آقای فرقسر یکی از انتقادهای کم مجلس وارد میکنه بر نیادهای مبارزه کننده علی فسادی داری و هم آقای زکی و او اشاره کردن این از که نیادهایی که در این زمینه کار میکنن اما لازم را ندارن آقای, ف... آقای زکی اشاره کردن به سرمایه که 9 میلیون دلار سرمایه کرده تا ترمینال بسازه همه نیادها در جریان است شهرداری کابل در جریان است وزارت داخله در جریان است ولی وزارت شهر وزارت ترانسپورت که بخش مهمی این مسئله را عهده است در جریان نیست فکر میکنید چقدر عدم هماهنگی در این نیادها سبب شده که فساد داری در سطوح بالاتر رشد بکنه و گسترش پیدا کنه دقیقاً یکی از مسائل مهم آ... در استراتژی قبلی مبارزه با فسادداری هم موضوع اداراتی است که به نحوی در انجام کار یا در تطبیق برنامه ها و پروژه ها و یا ارائه خدمات برای مردم و شهروندان به اصلاب عمل به تقریبا یکسان دارند یعنی ادارات موازی یعنی اداراتی که تداخل کاری میان اینها وجود دارند یکی از چالش های اساسی برای این با کسای داری است به خصوص در قسمت تطبیق پروژه ها تطبیق برنامه ها ارائه خدمات برای مردم وقتی که مردم شهروند یا مراجعین و ادارات مراجعه میکنن یک اداره ایراجی راجع میکنه که به مص... این مربوط بر ایمانه میشه بر مربوط به دیگر اداره میشه و وقتی که او جو مراجع میکنه میگه به مطابق پالیسی کار دیگری اداره دیگری هستن این یکی از عوامل یا به زمینه یا که میتونن فساد اداری را گسترش بده موضوع عدم هماهنگی یعنی تفکیک وظایف و مسئولیت ها در وزارت خانه و ادارت دولتی است. در کنار از این یک چیز را ما باید بپذیریم که موضوع فساد اداری در حال حاضر با خصوص در افغانستان یک موضوعی بسیار به اصطلاح بگیم کوچک خرد نیست یک, یک, یک چالش بسیار کلان است که هم دولت و هم نهادهای های بایمللی بایی هم در گسترشش و هم داخل بودن و هم مجبور هستند که برای محوی ازی با هم دیگر کار بکنن بل. ما کشورهای بسیار پیشرفته دیگری که از لحاظ تکنولوژی از لحاظ داشتن، منابع یا ظرفیت ها برای ایجاد حکومتداری و حدی اقل امو چارچوبی حقوقی و قضاییشان با تفاوت هایی که با شرایط حقوقی افغانستان داره اگر ما اونها را مطالعه کنیم اونها با وجود همه امکانات و شرایط بسیار بهتری که داشتن نسبت به ما ما حدی اقل مثل چالش هایی که ما با مواجه هستیم نبودن مثلا مبارزه با تروریزم و افرادگیرایی در افغانستان به حد است که جامعه جهانی به از او حراس داره موضوع سیاست های بین المللی موضوع مافیای مواد مخدر موضوع مافیای اقتصادی موضوع مافیای در اون حکومتی آقای و در میان بگذاریم اینکه مردم افغانستان خواستشان است که با فساد داری در افغانستان مبارزه صورت بگیره و از انتظارات مردم از از حکومت بره. افغانستان حکومت افغانستان به نحوی چالششان در برابر چالششان این است که زورمندان در برابرشان هستند و حکومت توانی مبارزه با فساد داری در برابر زورمندان را ندارند در این صورت چرا حکومت به مردم مراجعه نمیکنه که از مردم کمک تقاضا نمیکنه ما موارد را که یادآوری کردم در اینجا میخوام تکمیل کنم ای به معنی است که ما به اصطلاح کارکرد ضعیف دولت را به توجیه کنم هدف می بود که این دولت های کشورها با همی امکانات تانستن که حداقل در تای پینجا سال مبارزه با این ای پدیده یا با فساد اداری در حدی بهتری قرار بگیرن ما با این مشکلات و چالش هایی که وجود داره این اقدامات و برنامه هایی که روی دست گرفته شده امیدواری ها را اگر به همی شدت و به همی قاطعیت پیش بروه ما امیدوار استیم که در طی حداقل پنج ده سال ما شاهد یک چ... اه... کاهش و اه... جلوگیری از فساد اداری باشیم موضوع دیگه که مردم بر حق هستند که با قضای فساد بزرگی فساد اداری اه... مبارزه جدی صورت بگیره حکومت در کل دولت اگر خواسته باشه یعنی اراده قطعی خود را بخواه اعمال کنه هیچ شخص و افراد زورمند در برابر او بوده نمیتونه ولی تا چنین چیزی دیدنش ده یعنی کسانی که میلیون ها دلار در افغانستان فساد کردن هنوز در خانه هایشون یا در کوچه و بازار میگردن یا به سفرهای خارجی میرن ما هم نگرانی های مردم نگرانی های اداره مبارزه با فساد اداری هم است ما توقع داریم که مرکز عدلی و قضایی روی پرونده های یا دوسیه های تمرکز کنه که خاص و توقع مردم و جامعه جهانی است ما باید دارایی‌های های غارت شده دارایی های سوء استفاده شده دارایی‌هایی هایی که متعلق به مردم است و از جانب این مفسدین سوء استفاده شده باید به با خزانه دولت دوباره به مرجع اصلیش بازگردانده شود و کسایی که مسببین این جرایم فسادی داری هستند از طریق محاکمی علنی برای تمام مردم نشان داده شود که اینها در جرایم فساد اداری در خیانت در دارایی های عامه شریک بودند تا درسی باشد برای دیگر اشخاص و مقامات دولتی دیگر بله سپاسگزارم از شما آقای زکی حالا حکومت ژاپن 19 میلیون دلار برای مبارزه با فساد اداری با حکومت افغانستان کمک میکنه یکی از نگران هایی که وجود داشته در سالهای گذشته به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر هر از گاهی کمک که بر این, بر این آدرس آمده این کمک های فعال شده و کاری هم در این راستا صورت نگرفته حالا فکر میکنید با توجه به جدی جد شدن بحث مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی کمک 19 میلیون دلاری ژاپن به حکومت افغانستان چه کاری میتونه در زمینه مبارزه با فسادی داری انجام بده ببینین آه بدون شک کمک ها در گذشته هم صورت گرفته و یکی از نگرانی های جامعه جهانی در افغانستان موجودیت فساد است در کنار جنگ و ناامنی و تروریسم اما بدون شکی که دولت ژاپن به عنوان همکار و حامی مردم افغانستان در بخش‌های مختلف همکاری کرده ما فکر می کنم که میکانیزمی می را که خود جاپانی ها در کمک دارند بیشتر اونا امو بخش های عملیاتی را کمک میکنن که از دید داشتن میکانیزم خودی اونا امیدواری هست ولی باز هم مبارزه را نهاد اطلی و قضایی میکنه فعلا در برابر پدیده شوم ما با وجودی از که 19 میلیون دلار حال کمک میشه یعنی سه آدرس بسیار معتبر مردم سی میلیون مردم افغانستان جامعه جهانی تمام قدرت های نظامی و سرمایه‌داری جهان که ما عامی ماست و قانون که فراتر از همه هست این سه است تاکید روی مبارزه علیه فساد اداری دارند اما این حکومت است که در برابر مردم در برابر خاص جامعه جهانی و در برابر قانون فراموش نکنیم <تصفح> یکی از انتقادهای مردم و یکی از های بسیار زیادی حتی در داخل حکومت افغانستان در سالهای گذشته این بوده که کشورهایی که مکننده و کشورهایی که در افغانستان سرمایه کردند و به نوی حکومت افغانستان را زیر نظر دارند به نوی خودشان در گسترش فساد آقای فرخسر اشاره کردند که در افغانستان سم داشتند حالا با توجه به اینکه این چنین اتفاقات در گذشته اتفاق افتاده و وجود داشته این کمک چقدر میتونه در این زمینه نقشی منفی و مثبت را بازی بکنه ببینین ما بدون شک خارجی ها اینجا آمدن های مختلف است نهادهای خصوصیشان شان هستن شرکت ها و بخش های نظامی و غیره بدون شک ما شاهد یزی هستیم در گذشته ها پول های سرازیر شد به آدرس های مختلف بدون اینکه که حکومت در جریان باشه این هم نوی از فساد فساد ایجاد کرد بی قانونی را ایجاد کرد آمدن سفارت ها مستقیم با یک متنفذ قومی با یک فرمانده با یک نفر که نفوذ داره در منطقه ای به نحو موجودیت حکومت زیر سوال برد ما از این کار نمی کنیم یک چونین کارهای صورت گرفت در عین زمان که خود حامی مردم و دولت افغانستان دانستن ولی با عدم در نظر داشت موجودیت حکومت رفتن کارهای خودسرانه را کردن و خودشان هم کارهای خودسری کردن و خودسری دیگر هم در افغانستان مروج ساختن این ای هم یک بخشی از قضیه هست بدون شک ولی باز هم چونی مسئله در اوایل صورت گرفته بود ما از این تجارب از این میکانیزم و سیستم و زوابطی که امروز برخوردار هستیم در گذشته ها نبودیم و همچنان آگاهی مردم اما امروز امروز یه حکومتی که ما میبینیم در میانی از افراد و اشخاص خیلی ها قدرتمند هستند اینا اگر بخواین واقعا کار بکنن یعنی دکتر عبدالله اگر واقعا بخواه کار بکنه تمام مردم مبارزه که در جهاد و مقاومت بوده در کنار ازی استاد است از که در قدرت بالا در افغانستان فکر چرا از, از... از این ای 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 اگر دکتر سبا اشرف غنی که از غرب آمده تمام جامعه جهانی در کنارش است این قوت داخلی و این قوت خارجی با هم یک جای شود کدام فساد پیش می تانه قانون هم یاد تنفیذ بکنن کی میتونه ولی مشکل ده ای است که... مراجعه حکومت با, ای... با, م... با کم بوده چرا فکر می مشکل ده اینجاست که مشکل ده که اینا که ما تعریف کردم از قدرتشان اینا خود با تاسف آغشته به فساد شدن خودی حکومتی ها بیشتر آغشته ده همین که میگن زورمند وجود داره این زورمند جهادیه که در خانه ششته از 15 سال به این طرفه من نمیدیم که و این زورمند ملک قریه اولی، ولی ما امروز دو موضوع دو مورد دیدم دو موتر زره پلیس یکش ترافیک زد امروی ترافیک دست میت استاد ترافیک میزنه ترافیک را را گوشه کرد و یک دیگهش از بغل ما مرد جوی انداخته ای زورمند است که ای زور حکومت برش میته امی زور مافیا برش میته باز مبارزه علی ازی هم خیلی تشکر است. آقای فرخسر خیلی کوتا در یک دقیقه اگر این پاسخ را پرس، پرس، پرسش را پاسخ بدیدین که حکومت در اکثر وقتها نظارت نداشته بر کسانی که به عنوان مامور حکومت هستند در رده های بلند حکومتی آنچه داستان را که امروز آقای زکی شروع کردن چگونه حکومت میتونه یک مکانیزم بسازه که بر همه عملکرد مامورانش نظارت داشته باشه اول اینکه نهاد نها شورای ملی به عنوان یک نهاد مستقل مسئولیت دارن از لحاظ وظایفشون که بر عملکرد کل حکومت و نظارت داشته باشند دوم مکانیزم های نظارتی از طریق وزارتخانه و ادارات دولتی که مسئولیت دارند مثل نهادهای کشفی و نهادهای نظارتی دوم داخل ساختن این نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها در برخی از پروسه های حکومتی بسیار ضروری است برای فعلا یعنی که بتونه هم شفافیت را در پروسه نظارت به وجود بره هم حکومتداری را تقویت کنه و هم سهم و مشارکت مردم را در حکومتداری بیشتر تقویت کنه اینها میتونه روند نظارت را از نظارت از کار عملکرد ادارات دولتی را و کارمندان خدمات عامه را بیشتر تقویت بکنه تشکر از حضور مهمانان گرامی در این برنامه آقای عبد القاهر فرخسیار سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و احمد زکی عضو فعال جامعه مدنی همچنان سپاسگزارم از شما بیننده گرامی که بحث را تا ایندم دنبال کردید خوش خدا نگهدارتون